مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و آمریکا مذاکره برای رفع اختلاف‌های باقی مانده بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفتند. صبح امروز چهارشنبه 17 تیر ماه عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا مذاکرات را آغاز کردند و قرار است بعداً مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه دو کشور ادامه پیدا کند. روز گذشته وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه وین را ترک کردند، ولی انتظار می رود چهارشنبه شب برای ادامه مذاکرات به وین بازگردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای ادامه مذاکرات در وین ماندند. با سرآمدن دومین ضرب العجل در گفتگوهای وین ظرف یک هفته و تمدید سه روزه آن، مقام‌های ایران و اعضای پنج به علاوه یک می‌گویند هرگز تا این اندازه به یک توافق جامع نزدیک نبودند. اظهارات مقام‌های دو طرف حکایت دارد که چند اختلاف کوچک و بزرگ همچنان باقی است که حداقل یکی از آنها بیش از همه خودنمایی می‌کند و آن اصرار ایران بر رفع تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل که با مخالفت آمریکا روبروست. همزمان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافقی که نسبت به چارچوب مشخص شده در لوزان ناقص باشد را امضا نخواهد کرد. آقای ارنست گفت آقای اوباما آماده است تا چنانچه اهدافمان تأمین نشود تیم مذاکره کننده را از وین فرا بخواند. به تأکید کرد هنوز مذاکره کنندگان اختلافات مهمی با ایرانیان دارند و این فقط موضع آمریکا نیست، بلکه دیگر شرکای ما در گروه پنج به علاوه یک هم بر این اعتقادند. آقای ارنست تأکید کرد توافق هسته‌ای می تواند باعث بهبود روابط ایران و آمریکا شود. این سخنان در حالی ابراز شده است که روزنامه وال استریت جورنال این احتمال را مطرح کرده که کاخ سفید با نگه داشتن توافق موقتی که از سال 2013 میلادی میان طرفها در ژنو برقرار شده به گفتگوها ادامه دهد و چه بسا به رویکرد مذاکره بدون جدول زمانی روی آورد. همزمان باب کروکر سناتور جمهوری خواه گفته است من بار دیگر از مذاکره کنندگان می خواهم محکم بایستند، وقت لازم را صرف کنند و برای فاصله گرفتن از میز مذاکره در صورت لزوم آماده باشند. این سناتور جمهوری خواه از نویسندگان مصوبه است که آقای اوباما را ملزم می کند توافق نهایی با ایران را بلافاصله پس از تکمیل تحویل کنگره دهد. کنگره پس از مرور توافق در مورد لغو تحریم هایی که در این نهاد علیه ایران تصویب شده تصمیم خواهد گرفت. جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز شامگاه سه‌شنبه 16 تیر ماه در پیامی در توییتر نوشت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان برای مسدود کردن هر گونه توافقی که راه را برای دستیابی ایران به سلاح اتمی هموار کند خواهند جنگید. در تحولی دیگر یک مقام آمریکایی گفته است مذاکره کنندگان در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی هستند که در ارتباط با توافق جامع با ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است در توافق احتمالی با ایران تحریم‌ها در خصوص برنامه موشکی و تجارت تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. از زمانی که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت، این شورا 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد. طبق این قطعنامه‌ها برنامه موشکی ایران و همچنین صادرات و واردات تسلیحات نیز مورد تحریم قرار گرفتند. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد مقامات ارشد آژانس در مذاکرات خود در تهران پیشرفت‌های بیشتری داشتند، اما حل مسائل باقی مانده نیازمند کارهای بیشتری است. سرانجام آخرین ضرب العجل برای یونان تعیین شد. دست کم آنطور که دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا پس از نشست فوق‌العاده 19 عضو حوزه یورو در روز سه‌شنبه 16 تیر اعلام کرد، یونان تنها 5 روز دیگر فرصت دارد. سران 19 کشور عضو حوزه پول واحد اروپایی یورو روز یکشنبه 21 تیر بار دیگر گرد هم می آیند.
دیگر اعضای اتحادیه اروپا که عضو حوزه یورو نیستند هم به این نشست دعوت شدند، زیرا به گفته توسک تصمیم احتمالی روز یکشنبه به همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا مربوط می شود. قرار بود دولت یونان روز سه‌شنبه برنامه‌ای مدون به وزیران اقتصادی حوزه یورو ارائه کند، برنامه‌ای که مبنای مذاکرات با اعتبار دهندگان باشد. این برنامه اما ارائه نشد و جلسه روز سه‌شنبه به بحث در مورد تحولات احتمالی در یونان و بسته سوم کمک مالی به آتن گذشت. سران کشورهای حوزه یورو به آتن پیشنهاد کردند برنامه جدید برای دو سال آینده تدوین کند که هدف آن برطرف کردن مشکلات اقتصادی و بازتعریف ساختارهای دولتی باشد. صندوق بین المللی پول برآورد می کند که چنین طرحی دست کم 50 میلیارد یورو هزینه در بر داشته باشد. صندوق اضطراری حوزه یورو این هزینه را تأمین می کند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان انتظار دارد که یونان در روز چهارشنبه 8 ژوئیه درخواستی مشخص برای دریافت کمک‌های جدید ارائه کند. پیش از این الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان وعده داده بود که آتن تا روز پنجشنبه طرحی جزئی شامل کمک‌های مورد نیاز و اصلاحات احتمالی در ساختارهای اقتصادی یونان را ارائه خواهد کرد. روز یکشنبه سران حوزه یورو پیشنهادهای ارائه شده را به بحث می‌گذارند. به گفته آنگلا مرکل، برنامه جدید و شروط تعیین شده در آن به برنامه‌ای که مردم یونان در همه پرسی یکشنبه گذشته به آن رأی منفی دادند هیچ ارتباطی نخواهد داشت. اظهارات سیاستمداران اروپایی از جمله آنگلا مرکل پس از نشست روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که خوشبینی چندانی به وعده‌های آتن وجود ندارد. خانم دالیا گراباوسکایته رئیس جمهور لیتوانی هم پس از نشست در مورد نخست وزیر یونان گفت اول گفته بود امروز طرحی ارائه می کند، حال می گوید فردا. طرف یونانی دائم می گوید فردا فردا فردا. به گفته حاضران در نشست بسیاری از سران حوزه یورو ضرب العجل جدید به یونان را با اکراه پذیرفتند. از این گذشته وزیر دارایی فنلاند گفت بسیاری از کشورهای حوزه یورو از جمله فنلاند و آلمان برای موافقت با بسته کمک مالی جدید به یونان با موانع پارلمانی روبرو هستند. همچنین از بخش بدهی‌های آتن هم هنوز سخنی به میان نیامده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از نشست سه‌شنبه تصریح کرد بخششی در کار نخواهد بود. بانک‌های یونان هنوز بسته هستند. چرخهای اقتصاد با ایست کامل فاصله چندانی ندارند. منابع درآمد دولت یونان یکی پس از دیگری از بین می روند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند چون این شرایطی نمی تواند برای چند هفته ادامه یابد. از طرفی گفتگو بر سر بسته کمک مالی جدید دست کم چند هفته به طول خواهد انجامید. آتن تا نهایی شدن کمک های احتمالی جدید به کمک مالی نیاز دارد. آنطور که آنگلا مرکل گفته است، بانک مرکزی اروپا پس از نشست فوق‌العاده روز یکشنبه در مورد کمک جدید به یونان تصمیم می‌گیرد. به این ترتیب بانک‌های یونانی فعلا از ورشکستگی نجات می‌یابند و احتمالاً شرایط دسترسی مردم به پول نقد بیشتر فراهم می‌شود. در این حال آتن باید روز 29 تیر 3.5 میلیارد یورو قسط به بانک مرکزی اروپا بپردازد. همزمان و برای نخستین بار از طرح بدیلی سخن به میان آمده که شامل دو سناریوست، یکی برای خروج یونان از حوزه یورو و دیگری برای حفظ یونان در این حوزه. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اگر یونان مجبور به ترک حوزه یورو شود، کمک‌های انسان دوستانه برای مردم این کشور پیش بینی شده است. به گفته وی سناریوی دیگری هم وجود دارد که سناریوی مورد علاقه اوست و با استفاده از آن میتوان بر مشکلات غلبه کرد و یونان را در حوزه پول مشترک اروپایی نگه داشت. و
ویتنام سرزمینی که در دهه 60 و آغاز دهه 70 شاهد خونین ترین نبردهای تاریخ میان نیروهای ویتنام شمالی و جبهه آزادی بخش ویتنام جنوبی معروف به ویتکونگ از یک سو و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر بود، 40 سال بعد با کمک آمریکا به سرعت به یک قطب اقتصادی در جنوب شرقی آسیا تبدیل می شود. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان نوئن فو ترانگ رهبر حزب کمونیست ویتنام بود. این اولین دیدار از این نوع از زمان عادی‌سازی روابط میان دو کشور است که دو دهه پیش رخ داد. آقای اوباما در این دیدار یادآور شد علی‌رغم جهان‌بینی‌های متفاوت سیاسی دو کشور در حال تعمیق روابط هستند. آمریکا و ویتنام با توجه به قدرت نمایی روزافزون چین در منطقه آسیا در تلاش برای ایجاد یک محور جدید برای همکاری و توسعه اقتصادی در منطقه هستند. این ماه مصادف با 40مین سالگرد پایان جنگ ویتنام است. آقای اوباما گفت روشن است که دو کشور در قرن 20 تاریخی دشوار را پشت سر گذاشتند و هنوز هم اختلاف‌های قابل توجهی در فلسفه سیاسی و نظام‌های سیاسی دو کشور وجود دارد. اما آنچه ما دیده‌ایم ظهور یک روابط سازنده است که بر اساس احترام متقابل استوار است و به نفع مردم هر دو کشور بوده. آقای ترانگ نیز این گفتگوها را دوستانه، سازنده، مثبت و صریح خواند. وی گفت آنچه نهایت اهمیت را دارد این است که ما با گذر از دشمنی سابق به دوستان و شرکای کاملی بدل شده ایم. من قانع شدم که رابطه ما در آینده همچنان رشد خواهد کرد. او گفت که از آقای اوباما دعوت کرده به ویتنام سفر کند و رئیس جمهور آمریکا این دعوت را پذیرفته. با این حال دیدار روز سه‌شنبه منتقدانی نیز داشت. معترضان در اطراف کاخ سفید علیه نقض حقوق بشر در ویتنام تظاهرات کردند و گروهی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به آقای اوباما به این دعوت اعتراض کردند. هفته پیش آمریکا و کوبا نیز پس از نیم قرن دشمنی دست دوستی به یکدیگر دادند و سفارتخانه‌های خود را در واشنگتن و هاوانا گشودند. از سرگیری روابط آمریکا با کشورهایی چون کوبا و ویتنام پس از دهه‌ها روابط پرتنش در حالی است که تهران با آنکه در حال گفتگو با واشنگتن است همچنان بر طبل شعار مرگ بر آمریکا می‌کوبد و با ادامه دشمنی بی‌سبب با این کشور مانع از تجدید رابطه و برخورداری ایران از مزایای دوستی با آمریکا شده است. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه 17 تیر در اطلاعیه‌ای گفت هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان روز سه‌شنبه در منطقه مری در نزدیکی اسلام‌آباد دیدار و گفتگو کردند. در این اطلاعیه آمده است نمایندگان کشورهای چین و ایالات متحده آمریکا نیز در این مذاکره حضور داشتند. وزارت خارجه پاکستان گفته است شرکت کنندگان در این نشست دیدگاه‌های خود را در مورد روند صلح در افغانستان، کشوری که از زمان سقوط رژیم طالبان توسط نیروهای آمریکایی در سال 2001 میلادی شاهد جنگ و شورش است، ابراز داشتند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از رسیدن به قدرت یافتن راه حل سیاسی برای منازعه افغانستان را به یکی از اولویت‌های خود تبدیل کرده است. در اطلاعیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که هر دو طرف در جریان نشست روز سه‌شنبه خواست مشترک خود را برای آوردن صلح به افغانستان و منطقه بیان کردند. وزارت خارجه پاکستان افزوده است شرکت کنندگان بر ضرورت گسترش اعتماد سازی تأکید کردند تا میان همه طرف‌های دخیل اعتماد ایجاد شود. وزارت خارجه پاکستان گفته است دور بعدی گفتگوها پس از پایان ماه رمضان صورت می‌گیرد. قرار است تاریخ این گفتگوها از سوی دو طرف تعیین شود. نواز شریف نخست وزیر پاکستان که در یک سفر سه روزه در اسلو پایتخت نروژ به سر می‌برد در گفتگو با تلویزیون پاکستان این مذاکرات را پیشرفتی عظیم خوانده است. نخست وزیر پاکستان گفته است امیدوارم این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد که مطمئناً به تأمین صلح و ثبات در افغانستان بسیار کمک خواهند کرد. دفتر رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیئتی از شورای عالی صلح برای گفتگو با طالبان به پاکستان رفته است.
حکمت خلیل کرزای معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز عضو هیئت افغانستان بوده است. در ماه‌های اخیر جلسات رسمی متعددی میان مقامات افغانستان و طالبان در خارج از افغانستان برگزار شده بود. ایالات متحده از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان استقبال کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه 16 تیر ماه گفت مذاکره دولت افغانستان با طالبان گامی مهم برای پیشبرد چشم‌اندازی است که می‌تواند به صلحی قابل اعتماد منجر شود. همزمان با این مذاکرات چند حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان نیز رخ داده که دست کم یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از مقام‌های رسمی در هفته جاری دو حمله نیز با هواپیماهای بدون سرنشین به شبه نظامیان وابسته به حکومت خودخوانده اسلامی در ننگرهار صورت گرفته است که در پی آن ده‌ها نفر از جمله نفر دوم در سلسله فرماندهی گروه در افغانستان کشته شدند. مقام‌های امنیتی افغانستان نام فرمانده کشته شده را گلزمان اعلام کردند. یک هیئت آمریکایی به سرپرستی جان آلن نماینده ویژه باراک اوباما وارد ترکیه شده تا در مورد تحولات سوریه گفتگوهایی رو با مقامات این کشور داشته باشه. این هیئت آمریکایی تلاش داره برنامه‌های جدی‌تری رو با ترکیه در زمینه مبارزه با داعش مورد بررسی قرار بده و البته مسئله‌ای که برای ترکیه از اهمیت بیشتری شاید برخوردار هست موضوع ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه است که این هیئت آمریکایی در مورد این مسئله هم با مقامات ترکیه شور و مشورت خواهد کرد. روزنامه اسرار ترکیه روز سه‌شنبه به بررسی این موضوع پرداخته و خبر داده که جان آلن به همراه کریستیان ورموس قائم مقام وزارت دفاع آمریکا در ترکیه مشغول رایزنی با مقامات این کشور در این رابطه هستش. آنطور که روزنامه اسرار خبر داده، آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا با همکاری ترکیه در واقع مسیرهای عبور و مرور داعش به سوریه رو محدود بکنن، اما ترکیه به موازات این مسئله امیدواره آمریکایی‌ها رو قانع به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه هم بکنه. یکی از اهداف سفر این هیئت آمریکایی هم بررسی همین موضوع خواهد بود که اتفاقا این هفته ها خیلی ترکیه روی اون بحث میکنه به دلیل تحرکات کردها در مناطق شمالی سوریه. همینطور مسئله کمک به مخالفان اسد از طریق پروژه تجهیزاتی و آموزشی هم که قبلا مورد توافق دو کشور قرار گرفته بود داره مسیر خودش رو طی میکنه، اما به نظر میرسه آمریکا تصمیم داره کمک به مخالفان سوری رو جدیتر از قبل دنبال بکنه. جدای از سفر این هیئت آمریکایی، همین دو روز پیش هم نشانه های از این موضوع در سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیده شد. اوباما در حالی که تاکید میکرد که باید کمک به چنین نیروهای افزایش پیدا بکنه گفت که ما حملات خودمون رو به داعش هم افزایش خواهیم داد. و حتی گفت که اگر شریک مطمئنی آمریکا داشته باشه قطعاً میتونیم با عملیات زمینی داعش رو به عقب هم برانیم. و خب شاید بخشی از این شریک مطمئن میتونه نیروهای مخالف میان روی سوری به ویژه ارتش آزاد هم باشه که ترکیه خیلی روی این نیرو و حمایت از اون تاکید داره. حالا البته خود این مسئله یعنی نحوه مبارزه با داعش هم یه جور اختلاف نظر بین ترکیه و امریکا ایجاد کرده. در واقع در حالی که امریکا از نیروهای کردی درگیر با داعش در شمال سوریه حمایت هوایی میکنه و به نوعی این نیروها در دید امریکایی ها از یک وجاهت نظامی سیاسی برخوردار هستن، اما ترکیه نیروهای کردی به ویژه یگانهای مدافع خلق رو نه تنها بر نمیتابه بلکه گاه اونها رو همدست داعش میدونه. مجموعه این اختلاف نظرها به علاوه مخالفتی که امریکا تا کنون برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه داشته باعث شده تا دو کشور به صورت جدی نتونن در مورد داعش و راه‌های مبارزه با اون برنامه مشترکی رو به اجرا بذارن. حالا باید دید تلاش‌های جان آلن و این هیئت جدید آمریکایی به کجا میرسه و آیا ما شاهد فصل جدیدی از همکاری در این زمینه خواهیم بود یا خیر.
یک روز پس از نامه‌نگاری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس جمهور ایران در انتقاد به محدودیت حق انتخاب وکیل برای متهمان، جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران جاودان نیز به برخی اصلاحیه‌های قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کرد. تبصره ماده 48 این قانون حق انتخاب وکیل برای متهمان جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته را محدود ساخته و تصمیم درباره آن را به رئیس قوه قضاییه واگذار کرده است. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز دوشنبه 15 تیر در نامه‌ای به حسن روحانی این تبصره را یک تبعیض ناروا در حق وکلا خوانده و پرسیده بود چگونه باید پذیرفت وکیلی که دارای پروانه وکالت است به دلیل عدم انتخاب توسط رئیس قوه قضاییه حق انتخاب شدن نداشته باشد. این خلاف حقوق اساسی، خلاف حقوق شهروندی وکیل و موکل است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شده بود، پس از اصلاحات ناگهانی از اول تیر ماه به جریان افتاد. ماده 48 این قانون اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت می شناخت، اما تبصره‌ای که بعداً به این ماده افزوده شده متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم می سازد. در مسیر اصلاحات عبارت دیگری نیز به انتهای تبصره ماده 48 افزوده شد، از جمله در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود. این عبارت پس از ایراد شورای نگهبان به این صورت تغییر پیدا کرد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند. بر این اساس، اسامی وکلای مزبور باید توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شود. نجفی توانا در نامه خود به حسن روحانی نوشته بود که متن تبصره ماده 48 موجب بهت جامعه حقوقی کشور شده است. او خواسته بود که تبصره ماده یاد شده برای پیشگیری از اضرار بیشتر به عدالت قضایی مورد بازنگری قرار گیرد. سایت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشته مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل به دست رئیس دستگاه قضا داده شده که خودش یک طرف محاکمه است. در نامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران 16 تیر نیز عنوان شده که ماده 48 و ماده 625 مخدوش کننده ی حقوق دفاعی برخی از متهمان است و با اصول 19، 20 و 35 قانون اساسی مغایرت دارد. این جمعیت خطاب به روحانی نوشته است گرچه ممکن است حفظ اسرار پرونده های امنیتی یا جلوگیری از فرار مجرمان و اختفای آثار جرم در جرایم سازماندهی شده دلیل وضع تبصره مذکور بوده باشد، لکن قانون دارای ظرفیت هایی همچون صدور قرار عدم دسترسی متهم، شاکی و وکلایشان به پرونده است که ما را از اتخاذ راه حل هایی این چنینی که توالی فاسد مترتب بر آن بسیار زیاد است بی نیاز می کند. در این اعتراض اشاره شده که تقسیم وکلا به دولتی و غیر دولتی به جو بدبینی میان وکلا، سلب اعتماد متهمان از چنین وکلایی، فعلیت نیافتن زمینه دفاع واقعی وکیل از حقوق متهم یا فساد ناشی از رانت وکلای برگزیده تنها گوشه هایی از جنبه های منفی و قابل پیشبینی اصلاحیه یاد شده هستند.
فعالان حقوق بشر پیش بینی کرده اند که اجرای قانون جدید فشارهای امنیتی روی متهمان سیاسی و امنیتی را افزایش خواهد داد و این متهمان در قالب قانونی نیز از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم خواهند شد. برای سومین مرتبه از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011، ایران یک خط اعتباری دیگر به مبلغ 1 میلیارد دلار به سوریه اختصاص داد. به نوشته خبرگزاری رسمی سانا، توافق بر سر این اعتبار در 19 ماه می میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضا شده بود. اینک با موافقت مجلس سوریه این توافق مجرای قانونی می‌یابد. در توضیح قرارداد تنها گفته شده که از این اعتبار برای واردات کالا و انجام پروژه ها استفاده خواهد شد. جزئیات دیگری روشن نشده است. این قرارداد روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در مجلس سوریه به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه متحد کلیدی دولت بشار اسد در منطقه است. مقامات جمهوری اسلامی ایران در جنگ داخلی سوریه از هیچ حمایت مالی و نظامی به اسد دریغ نکردند. کشوری که از 4 سال پیش تا کنون درگیر نبردهای خونین داخلی است. در سال 2013 تهران دو خط اعتباری به مبلغ مجموعاً 4 میلیارد و 600 میلیون دلار به سوریه اختصاص داد که بیشتر آن صرف خرید نفت شد. با گذشت قریب به 4 سال از جنگ داخلی سوریه، دولت این کشور به طور فزاینده‌ای به کمک‌های متحدان خود از جمله ایران متکی است. در جنگ داخلی سوریه دست کم 230 هزار نفر کشته شدند. بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تاکنون دوام بیاورد و نیروهای حزب الله لبنان نیز که طرفدار ایران هستند، نیروهای خود را برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه گسیل کردند. جهاد یازقی مدیر سایت اخبار اقتصادی سوریه میگوید این اعتبارات تنها منبع تامین ارز است که برای دولت سوریه باقی مانده است. نخستین خط اعتباری ایران در سال 92 با سقف 3.6 میلیارد دلار به سوریه اختصاص داده شد. طبق قرارداد طرفین ایران به ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شد. ارائه کمک‌های مالی و اعتباری به سوریه در حالی است که اقتصاد ایران با تنگناهای مالی و بانکی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه و از نابسامانی‌های مانند بیکاری و تورم رنج می‌برد. خبرگزاری ایرنا به نقل از شهردار خرم‌آباد امروز خبر داد در بین 150 نفری که اخیراً توسط بخش خصوصی برای رفتگری و خدمات تنظیف این شهر استخدام شدند، 23 نفر دارای مدرک لیسانس و حتی فوق لیسانس بودند. خبر استخدام این افراد پیشتر توسط برخی از سایت‌ها در ایران منتشر شده بود. استخدام جوانانی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس برای رفتگری و تنظیف شهر خرم‌آباد نشانه بارز نابسامانی حاکم بر بازار کار این استان است. بر پایه آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور 2.5 میلیون نفر تخمین زده شده است. اما کارشناسان آمار بیکاران مطلق را تا 2 برابر این رقم عنوان می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 4 اردیبهشت 94 گفت 42% از فارغ التحصیلان در ایران بیکار هستند. تنها در یک نمونه محمد رضا نوروزیان رئیس کانون ملی معماری ایران 3 اردیبهشت 94 گفت 60% مهندسان معمار در ایران بیکار هستند. با همه این نابسامانی‌های اقتصادی در داخل کشور، کمک‌های مالی و اعتباری جمهوری اسلامی به سوریه همچنان پابرجاست. مخالفان توافق هسته‌ای ایران معتقدند که این توافق دست جمهوری اسلامی را برای ارسال کمک‌های بیشتر به سوریه و گسترش حمایت خود از این کشور باز می‌گذارد. گفته می شود که 100 میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوکه شده که به نظر می رسد با آزاد شدن آنها کمک های جمهوری اسلامی به بشار اسد و گروه های چون حماس و حزب الله افزایش یابد. سایت عصر ایران گزارش داد حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس و از مخالفان دولت و توافق هسته‌ای برای تبلیغ دین اسلام عازم هلسینکی پایتخت فنلاند شده است.
او پیش از این چند بار به دعوت انجمن اسلامی به آلمان سفر کرده بود. رسانه‌های ایران با انتقاد از سفر رسایی که سابقه فحاشی به غرب و آمریکا را دارد، از این سفر ابراز تعجب کردند. رسایی با انتشار عکسی در اینستاگرامش به این واکنش‌ها انتقاد کرده و در این حال حضورش در فنلاند را تایید کرده است. رسایی عکس‌هایی از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به انگلیس را در اینستاگرامش منتشر کرده که در نوشته بالای آنها سفر روحانی به انگلیس با سفر رسایی به یک کشور خارجی مقایسه شده است. در شرح این عکس‌ها نوشته شده: موج رسانه‌ای و تخریب نماینده تهران به خاطر سفر تبلیغی چند روزه رسایی به یک کشور خارجی که با دعوت یک مرکز غیر دولتی بوده و سکوت در برابر سفرهای مکرر روحانی به انگلیس برای اخذ دکترا در زمانی که مسئولیت‌های مهم داشته. قضاوت با شما. نماینده اصولگرای مجلس در زمان برگزاری جام جهانی برزیل هم به عنوان عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی فساد در فوتبال قصد داشت با هزینه مجلس به این کشور سفر کند. با رسانه‌ای شدن موضوع سفر او منتفی شد. همزمان با سفر این نماینده تندروی مجلس به فنلاند، صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی در نامه ای از او خواسته اگر متاعی در جهت تبلیغ اسلام و دین اسلام دارد، بهتر بود آن را در کشورش ارائه می کرد تا مردم بیشتری طرفدارش شوند. زیبا کلام در این نامه آورده است، وقتی رسایی در بین جوانان، کهنسالان، زنان، مردان و اقشار مختلف ایران در بعد از انقلاب کمترین مخاطب را دارد، چگونه در خارج از کشور حرفهایش میتواند با استقبال مواجه شود؟ رسانه‌های ایران از آخرین پست صفحه رسایی نقل کردند که درباره توافق هسته‌ای نوشته است، در توافق پیش رو غیرت یا بیغیرتی، کدام امضا می شود و ملت دست امضا کنندگان توافق بد را می شکنند. با این حال به نظر می رسد که این نماینده مجلس در عین انتقادهای خشم‌آلود خود به غرب و آمریکا علاقه زیادی به سفرهای اروپایی دارد. او حتی زمانی که برای سفر به آلمان متوجه شد که باید انگشت نگاری شود، مخالفتی با این موضوع نداشت و پس از انگشت نگاری در سفارت آلمان در تهران گفته بود که به طور عزتمندانه انگشت نگاری شده است. زیبا کلام در نامش می پرسد، تصور نمی کنم رسایی به زبانهای انگلیسی یا سایر زبانهای اروپایی آگاهی و تسلط داشته باشد. حال چطور امید دارد بتواند با اهالی فنلاند در صورت لزوم ارتباط برقرار کند؟ در یک پایگاه نظامی در جنوب فرانسه در استان بوشدوغان کمی نزدیک به شهر مارسی در یک پایگاه نظامی تسلیحاتی تروریست‌ها و یا سارقین با دستبردی که یک شنبه شب به این محل داشتند تعداد 180 چاشنی الکترونیکی و همینطور 40 نارنجک رو ربودند. سارقین بعد از بریدن سیم‌های خاردار با وجود گشت نظامی و سگ‌های پاسدار تونستند به محل این پادگان وارد بشوند. 200 هکتار و 200 کارمند در اونجا کار میکنند. البته شبها تعداد کمی در محل میمونند. آنها به 10 ساختمان انبار سر زدند و محمولاتی رو که گفته شد ربودند. هنوز تحقیقات ادامه داره. آقای لودریان وزیر دفاع دستور تحقیقات محلی رو داده و عجیب این که او دوشنبه شب با همتای امریکایی خود در پنتاگون آقای اشتون کارتر ملاقات کرد و در مورد همکاری ها برای مبارزه با داعش و اصولا امنیت در خاورمیانه گفتگو کرد. آنچه که اینجا در فرانسه مطرح است با اینکه پلیس و ژاندارم حدود 10,000 نفر 800 پایگاه مهم رو مراقبت میکنند و در مکانهای عمومی مانند فرودگاه ها و ایستگاه های قطار حضور دارند، دست برد زدن به یک انبار تسلیحاتی آن هم به چنین اهمیتی در میراما بسیار
مهم تلقی میشه و همکنون آقای وزیر دفاع ژان ایو لودریان دستور داده است که تمام پایگاه‌های نظامی امنیت بیشتری رو داشته باشند. آنچه که در این لحظه جدا از تحقیقات می‌شود گفت این است که فرانسه با حضور نظامی خود یا در مالی و یا در منطقه و در مبارزه با داعش در خط اول دشمنان داعش قرار داره. پاریس، تلویزیون ایران فردا. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های در مسیر حماسه در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. شما ببین اولین قربانیش کی شد؟ اولین قربانی شد آقای سعید جلیلی. 3 سال 4 سال آقای دکتر کوچکزاده دارن به ما میگن که آقای دکتر سعید جلیلی از موضع عزت، از موضع حکمت، از موضع عقل، از موضع شجاعت اومدن و یه کاری کردن، غرب داغون شده، اصلا اروپایی‌ها داغون شدن، 5 علاوه که اصلا نمیدونه چی کار بکنه، دست چپش به دست راستش میگه چی کار بکنیم هر وقتی در برابر آقای دکتر سعید جلیلی قرار میگیرن. 2 دقیقه که تیریبون آزاد شد، من نگفتم اینو، حسن روحانی نگفت که بگیم آمریکاییه، محمد رضا عارف نگفت اینو که بگیم انگلیسیه. 2 دقیقه، یعنی شما زنگت فیلمش اگه نگاه کنید 2 دقیقه هم کمتر، آقای دکتر ولایتی اصولگرا دیگه، من فکر می‌کنم از آقای دکتر ولایتی با اصولگرا درد داشته باشه. آقای دکتر ولایتی اصولگرا گفتش که همچی خبرایی هم نیستش که آقای دکتر سعید جلیلی گلستان کرده باشه، غرب و داغون کرده باشه، 5 علاوه و داغون کرده باشه، شرق و غرب کرده باشه، اونو شکست داده باشه، پیشرفتی اصلا نشون نداشته. آقای محسن رضایی هم اینو گفت. محسن رضایی آمریکاییه، محسن رضایی انگلیسیه، محسن رضایی فراماسونه. آقای محسن رضایی هم اینو گفت. گفت آقا شما چی بوده پیشرفت شما؟ چی بوده؟ ببینید، عرض بنده این هستش که شما اگه این شعارا رو از آقای دکتر کوچکزاده و هم فکراش بگیری، باور کن هیچی نمیمونه، هیچی دم دستشون نمیمونه. از من میپرسی که آقای ولایتی تو 2 دقیقه معلوم کرد که هرچی جلیلی میگه دروغ میگه. نگفتم دروغ میگه، گفتم اینجوری این تصویر و تصوری که دروغه. شما داشتید از جلیلی به وجود آوردید یه قهرمانه قهرمانه نه همچی خبرایی نبود. اینجوری باشه ما میگیم خب پس احتمال داره آقای ولایتی داره دروغ میگه. ما کجا میدونیم شما اونجوری که خودت تمایل داری میگی راسته. در گذشته سیاست هسته‌ای که بود کشدار و مریض بود. آقای حسن روحانی سیاست هسته‌ای ما رو جوری می‌برد جلو که به هر حال یه مقداری پیشرفت داشته باشه، ولی در این حال دنیا رو در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار نداد. اما آقای احمدی نژاد اومدن گفتن کشتیوان رو سیاست دیگر آمده است، ما برنامه هسته‌ایمون رو با همون سرعت کامل می‌بریم جلو، غرب هم هر غلطی می‌خواد بکنه بکنه. این عین جمله آقای احمدی نژاد بود یا نبود که گفتش که کاغذپاره های سازمان ملل عهدنامه چیه؟ کاغذپاره سازمان ملل. این جمله آقای احمدی نژاد بود یا نه که برگشتن گفتن که انقدر عهدنامه بدین تا عهدنامه دونتون پاره بشه. حالا امروز معلوم شده که عهدنامه ها جدی بوده، امروز معلوم شده که تحریما چه بلایی به سر اقتصاد ما آورده. اگر مطبوعات آقای من نه آمریکایی ام، نه روسی ام، نه پروسی ام، نه انگلیسی ام، به حضرت عباس از شما ایرانی ترم، به حضرت عباس از آمریکایی خودم، به حضرت عباس از شما به این مملکت بیشتر علاقه دارم. اگه آمریکا حمله بکنه ای بس تو فرار کنی، ولی من وایسم مقاومت بکنم. ولی چی گفته آقای اجازه بده آقای دکتر کوچکزاده ببین عزیز دل من،
چرا نباید راجع به مسئله هسته‌ای شما اجازه بدید که اظهار نظر بشه؟ شما یه ادعایی رو تکرار میکنید. شما یه مقاله بیار یه مقاله بیار که تو این 8 سال شما اجازه دادی بوده باشین. بابا من همین امروز آقا یه نمونه شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، یه نمونه. شب برید تو گوگل بزنید هسته‌ای ببینید چی میاد. گوگل که من یه یادداشت نوشتم فرستادم واسه فرارو، همین الان تو راه که داشتم میمدم بچهای فرارو تماس گرفتن گفتن نمیتونیم. حالا چی نوشته بودم؟ خیلی ساده نوشته بودم که چرا نباید راجع به این مسائل صحبت بشه. چرا نباید؟ ببینید ایشون 20 تا 30 تا مطلب آورد از امام خوند سر قضیه جنگ. یه دونه من میخونم. امام گفتن که در مورد جنگ هر چی گفتم پس میگیرم، آبروی اگه داشتم با خدا معامله کردم، و اون تیکه آخرش گفتن جام زهر رو مینوشم. آقای دکتر کوچیک‌زاده چرا باید اینجوری بشه در مورد جنگ علارغم همه اون فداکاریایی که شد؟ چرا باید اینجوری بشه که امام برگرده بگه آبروی اگه داشتم با خدا؟ حالا دیگه کاری به اصلاح طلب و اصولگرا نداره. امام هم میگه اگر امر دائر بشود بین اینکه آبروی ما حفظ بشود یا شکم ما سیر بشود، ما ترجیح میدهیم آبروی ما حفظ بشود. اصلاح طلبا بی آبرویی رو میپسندن؟ چرا هیچ بحث شروع چرا با هیچ کشور دیگه اجازه بده هستی نیست؟ چرا در مورد ایران هست؟ در این به مردم بگو برای اینکه هیچ کشور دیگه ای تفکر حسینی نداره. نه برای اینکه هیچ کشور دیگری نگفته من اسرائیلی میخوام نابود بکنم. بله برای اینکه هیچ کشور دیگری نگفته که هیچ کشور دیگری نگفته که اسرائیل بعد نابود بشه. دقیقاً همینطور. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری که میگه اسرائیل بعد نابود بشه و تا آخر هم میگه و این ملت پاش وایساده و تو هر قدرم که تونسته هر جور موشک داشته هر قد داشته هر چی هم داشته داده که اسرائیل نابود بشه. اون وقت به نظر شما اسرائیل حق ندارن نگران باشن از اینکه ما بریم سراغ هسته‌ای؟ اصلاح طلب اگر هست، اون آقا که عمامه امام حسین سرش گذاشته، امام حسین فرمود انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. آقا ما معبانی داریم مثل آقای زیبا کلام نیستیم همینجوری از حد در یه شعاری بدیم که آخر چی در بیاد. ما نمیدونیم چی شوخات در بیاد. ما به خاطر همین مبانیمون 8 سال جنگیدیم کشته دادیم. خب شما نمیگم مسلمانای چین حمایت بکنیم. من با مبانی شما نمیگم مسلمانای چین حمایت بکنیم. من الان عرض میکنم، من به شما عرض میکنم با استدلال شعار نمیدم. آقای زیبا کلام میگه اگه جنگ اندفه بشه من از تو وطن پرسترم میرم به چیز بماند که من هنوز ترکش های تو شلمچه و کربلای پنج تو بدنمه، نمیدونم هست شما یا نه، ولی شما حتما جلوی هیچ دشمنی نخواهید ایستاد برای اینکه هیچ دلیلی ندارید، مبانی ندارید. امروز اگر این رو چسبیدید به تو فشار آوردن میگه آقا ولش کن، حالا این که مهم نیست، من باید فدای این بشم یا این فدای من، دوباره یه چیز دیگر میشه، باز اونم از دستت بخوام بگیرن اونم ول میکنی میری. شما به هیچ پایبند نیستی آقای زیبا کلام. چرا تا کی رو درواسی کنیم؟ شما من به قدرت پایبند نیستم. شما به تنها چیزی که پایبند هستی قدرته. نه من قدرت تو اگه ازت بخوام بگیرم تمام چیزا در پیش میاد واسه تعهدمون. نه بحث شما میگی به هیچ پایبند نیستی. میگم چرا من هستم. من هستم. من به قدرت پایبند نیستم. شما قدرت جون و عمر و همه چی تسلیم. آقای زیبا کلام، آقای زیبا کلام ایجابش در این نفیه. میگم به چی پایبندی؟ میگه به قدرت پای نه من به اینکه اسرائیل رو نابود بکنم پایبند نیستم. خیلی خوب. مردم ایران بدانید ما دانشگاهیانی که صدها بار به من زنگ زدید آقا مناظره است بازی با کلام میایید، ما به این دلیل نمیایید. ما با کسی که اسرائیل رو هم توجیه میکند میگه اسرائیل رو نابود میکنه اسرائیل عضو سازمان در این مملکت و در این مملکت انقدر آزادی هست که یک رفیق صهیونیست ها میتونه بیاد توی تریبون حرف بزنه. ببخشید اجازه بدید. اگر مردم ما تحمل کردند اون چرا که در اثر این تحریم، یعنی ثابت کردن کاغذ پاره است. مرد آقای رضایی که در میاره میگه این 1000 تومن تون شده 350 تومن، خب مثلا شیره را خورد و گفت شیرین است. خب مردم میدانند. اگر راست میگی به مردم بگو چی به دست آوردن در مقابل این، اون عزتی که ملت ایران به دست آورده و اون آزادی و اون اعتبار و آبرویی که اصلا برای شما چیزی به اسم عزت و آبرو مفهوم و معنا داره یا نداره؟ فقط شکم سیر. آقای دکتر کوچیک زاده دارن میگن که اصلاح طلبا شکم و زیر شکم و مسائل مادی و نمیدونم اینا برشون مطرحه. بعضی‌هاشون ما اصولگراها، اصولگرای واقعی، نه اونایی که تو تلویزیون اونام گفتن بعضی‌هاشون. بله بعضی‌هاشون. ولی برای ما اصولگراها عزت، شهامت، شجاعت، انسانیت. من نمیگم که برای ما چی مطرحه،
برای آقای دکتر کوچک زاده و همفکرانشون چی مطرحه؟ باشه هر چی که ایشون میگه. من یه سوال خیلی ساده میکنم که این نمایندگی که شما میگویید از طرف ملت مردم ایران به شما داده شده، این کی و کجا و چجوری به شما داده شده؟ اونی که من میدونم، بینندگان عزیز، ای مردم عزیز، آقای دکتر کوچک زاده در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 1390، مثلا 13 و پیش 14 و پیش، ایشون در تهران که ایشون جزء به هر حال نمایندگان تهران هستن در مجلس شورای اسلامی تشریف دارن، در تهران، تهران بزرگ که شامل خود تهران میشه، شامل اسلام شهر میشه، شامل شهر ری میشه، اوشون، فشم، میگون، بار قصران، نمیدونم، لواسانات، همه اینا میشه، درست شد؟ 300 هزار تا رای آورده. چرا بعد؟ نه اجازه بده. نه نه نه، خب مهمه، مهمه، مهمه. ای ایرانیان عزیز، 8 میلیون واجدین شرایط وجود دارن. اگر 10% میخواست با آقای دکتر کوچک زاده رای بده، آقای دکتر کوچک زاده 800 هزار تا رای آورد. ولی آقای دکتر کوچک زاده خب میگه 300 هزار تا من رای آوردم و درست میگه، هولوش 300 هزار تا. 300 یعنی اگه 5% ایشون رای آورده بود میشد 400 هزار تا. 5% مردم تهران هم حوزه انتخابیش هم به ایشون رای ندادن. وقتیشون علت دوام داره میگه مردم، مردم، مردم به ما، مردم. منم اگه بخوام تسلیم بشم، من اگه مثل زیبا کلام بخوام سازش کار بشم، منم اگه مثل زیبا کلام بخوام کنار بیام، منم اگه مثل زیبا کلام مردم. آقای دکتر کوچک زاده، کجا نمایندگی مردم ایران به شما و این تفکر شما این اختیارات رو داده که شما اینجوری قضاوت بکنی، اینجوری بگی؟ بعد دوستان آقایون میان میگن ما میخوایم رئیس جمهور شیم، ما با همه دنیا با کت خدا دست میدیم. مگه امام نیازموده بود؟ امام محترمانه ترین و زیباترین پیام ها رو برای ملک فهد و ملک کوفت و ملک حسن و ملک حسین داد. بعد از یکی دو، اینم برای این بود که به ما ثابت کنه اینا آدم بشو نیستن. بعد که اینجور شد، دیدی حالا برای ما روشن کرد سال آخر عمرش که امروز جنگ حق و باطل شروع شده. ما یه رئیس جمهوری میخواییم که گول نمیدونم کراوات آنچنانی آقای جک استراو و دامن اونجوری خانم نمیدونم اشتون اینا رو نخوره، اتکوی اتکلون اینا نه، من تو رو فریب نده. بزرگترین جنایتهای تاریخ رو اینا دارن در گوانتانامو و ابو غریب و چه و چه در سوریه قلب سرباز رو میشکافه و سینه سرباز. اینا کی هن؟ اینا دست آموخته طالبان کیه واقعا؟ شما میفرمایید توجه مردم رو از این چیزا بدنه، چقدر از این حرفا میزنید؟ آقا در امام یه جای دیگه صحبتای میفرمایید ای مستضعف این بیدار شید که در کنار گرگان خانه گرفته اید. تا برنامه دیگر، یا علی ارتباط دعا خدا نگهدار. آقای دکتر تشکر، شما تشکر، خیلی ممنونم. پیامک بسیار زیاد دارید شما، 30 ثانیه 30 ثانیه 54 ثانیه 1 دقیقه. آره حالا از شما شاکی بودن؟ از شما. آره اینجا جب بیشتر طرفدارای آقای جلیلی هستن. آقا ربطی به آقای جلیلی نداره. آقای دکتر زیبا کلام، خدا هیچ آزاده باش، الا میکن لکم دین فکونو احرا. این حرفا چیه میزنی؟ این حرفا چیه؟ اصلا لذت بشریت بود اسلام بشریت چی به تو گفته با اسرائیل به جنگی؟ یعنی چی؟ چرا فکر میره همینجوری؟ نه جنگ اصلا نابودی. برای همین گل کردی حرفای کی به شما گفته اسرائیل رو باید نابود بکنیم؟ کی این رسالت رو شما کی به شما داده؟ بابا آدم آدم باشه سر مقابل. ببین اگه دست بشار اسد نبود میتونستم باورت بکنم که آزاده هستی. اگه دست بشار اسد نبود، از این واژه آزادی بوی بردی؟ نه شما بردی که دست تو دست بشار اسده. به قرآن بچه جمهوری اسلامی خیانت میکنی که اجازه میده تو دانشگاه هاش تو درس بده. ضبط کن اونا رو. والله دادستان یک کشور خائنه که اجازه میده شما تو دانشگاه، خائنه. رئیس قوه قضاییه اگه این حرفا رو بشنوه و اجازه بده که همچین حکومت عادی زندانی سیاسی اگه بگیرن بکنه چه؟
چند بار به شما قبلش گفتم آقا ما بازی کردیم. من جسارت من نمیتونی رسمی از دکتر. من از شما یه سوال ساده کردم، گفتم کجای ضد اسلام بود؟ یک کلام از شما گفتم، گفتم این دو ساعت با صحبت کردیم کجای ضد اسلام بود؟ برنامه تمام شد آقای دکتر. من یه رسمی از توی ایران آقای دکتر. کجای ضد اسلام بود؟ جسارت آقای دکتر، این بحث کن جناب آقای دکتر.